سلام 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 رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم تا این ساعت از روزتون رو پر انرژی عالی گذرانده باشید و آماده باشید برای یک تمرین فوق‌العاده پایین تنه. میخواییم عضلات پشت پا، باسن، چهار سر ران و ساق پا رو امروز تمرین بدیم. اگر آماده هستید با هم دیگه گرم میکنیم، حرکات اصلی رو انجام میدیم و سرد میکنیم. سیستم تمرینی امروز یک کمی متفاوت هست. گفتم که یک تنوعی بدیم توی سیستم تمرینی. یک سری سیرکوت یا دایره هست که با همدیگه انجام میدیم، معمولا ستایی هستش. سه تا حرکت رو میزنیم، استراحت میکنیم، دوباره تکرارش میکنیم، میریم سراغ دایره بعدی. با همدیگه شروع کنید به گرم کردن. حرکت پنجه به پاشنه رو انجام بدین از کنار. دست رو میخوایم اضافه کنیم از کنار. دست دور میشه، پا دوباره روی پنجه قرار میگیره. پا رو میذارید روی پاشنه، عقب روی پنجه. خیلی خوب و عالی، هم مفاصل هم ربات ها هم عضلات رو گرم میکنیم تا کیفیت تمرینمون بالاتر بره، دمای بدن بالا بره، پیشگیری کنیم از آسیب و بهترین عملکرد رو داشته باشیم. پا رو عوض کنیم. خیلی در مورد اینکه کفش بپوشیم یا نپوشیم سوال میکنید. بهترین حالت این هست که توی روزهایی که تمرین پایین تنه یا هوازی میزنیم کفش رو بپوشید، آروم به سمت عقب باسن رو ببرید و برگردونید، پشت پا و باسن رو کش میارید. و یک، زانو رو به سمت سینه بیارید و با دستتون یک کشش ایجاد کنید. پا رو از کنار بلند میکنیم، برمیگردونیم به مرکز، میشه یک. پا رو عوض میکنیم، دو. چرخش از لگن که تقریبا توی تمام روزهای پایین تنه و تمرینات فول بادی انجامش میدیم. و آخری، پا رو از کنار لیفت میکنی به سمت بالا با انقباض‌های کم و سریع. عضلات باسن و پا رو حسابی درگیر کنید. ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو،
رو عوض کن. ده. خب یک استراحت کوتاه بکنید، آب بخورید، میخوایم بریم سراغ دایره اول. من تا شما آب میخورید، استراحت میکنید، ترتیب حرکات رو بهتون یاد میدم. میخوایم دانکی کیک بزنیم با پای صاف، بلافاصله تبدیلش میکنیم به دانکی کیک با پای خم، یعنی کف پا به سمت صف قرار میگیره، بلافاصله روی زمین دراز میکشیم، پا رو به سمت عقب لیفت میکنیم. به این صورت توی حالت تیبل تاپ قرار بگیری، پا صاف به سمت عقب و ضربه به سمت بالا، 15 تکرار توی حالت صاف، زانو رو خم میکنی، 15 تکرار توی حالت خم، بلافاصله روی زمین میخوابیم و لیفت با سن و پشت پا رو انجام میدیم. سمت چپ یا راست رو که شروع میکنید رو تمام میکنیم، میریم سراغ پای بعدی. اگه آماده هستید با هم دیگه شروع کنیم تمرین رو. من از پای چپ شروع میکنم و بعد میچرخم به سمت شما. 1 2 اول پای صاف، زانو رو خم کن، کف پا به سمت سقف، ضربه بزن، 15 تکرار هم با پای خم. روی زمین دراز بکشید و لیفت. یک استراحت حدود 20 تا 30 ثانیه میکنیم، پا رو عوض میکنیم. برای انجام دادن این دایره حرکتی میتونید دانکی کیک رو با رنج موشن بلندتری انجام بدین. مثلا پا رو از سر جای صاف از روی زمین به سمت بالا ببرید. بچه هایی که میخوان بیشتر عضله باسن رو درگیر کنن، ولی خب چون این حرکات حالت اکتیویشن داره، میخوایم عضلات پشت پا و باسن رو گرم کنیم و ببریم سمت اینکه فشار رو بندازیم روشون، با رنج و موشن کوتاه هم بزنید قابل قبول و کفایت میکنه. بریم سراغ پای مخالف، یعنی پایی که شروع کردیم، پای مخالفش، پای صاف و ضربه. پا رو خم کن و ضربه. بخوابید روی سینه و لیفت باسن رو انجام بدید. استراحت 20 تا 30 ثانیه‌ای دوباره با پای اولی حرکت رو اجرا میکنیم. همونجور که گفتم دو ست هست، سه ست نیست و بعد حرکات و زنجیره حرکات تغییر میکنیم.
خب آماده ای؟ توی حالت تیبل تاپ قرار بگیرید، شکم منقبض، گودی کمر، حالت گردن، اینا همه حالت نچرال و طبیعیش باشه. خیلی کمرتون رو گود نکنین، کمرتون رو به بیرون ندین، یه حالت خیلی طبیعی. پا رو صاف کن. یک، دو، بریم. زانو رو خم کن و ادامه بده. پنج، روی شکم دراز بکشید و لیفت باسن. استراحت میکنیم. آخرین اجرا از این ترکیب رو من با پای راستم و شما با پای دوم و متضادتون انجام میدیم. میریم سراغ حرکت بعد. دوستانی که دوستان فشار بیشتری رو وارد کنم میتونید کش بندازید یا از مچبندهای شنی یا وزنه پا استفاده کنید. آماده؟ سرجاتون قرار بگیرید، با قدرت ست آخر رو بزنیم. یک، دو، بریم. خم کن زانو رو، ضربه با قدرت، منقبض کن. دراز بکشید و آخرین بار از اجرای لیفت پا از عقب. خیلی عالی. یک استراحت کوتاه بکنیم، بریم و برگردیم. خب حرکات بعدی رو بهتون یاد میدم. این حرکات رو هم دو ست انجام میدیم بدون استراحت بین حرکات. حرکت اول گابلت اسکات هست. دمبلتون رو جلوی سینه میگیرید به این صورت. هر دمبل، وزنه، کتلبل، کوله، هر چیزی باشه فرقی نمیکنه. پاها رو یک کوچولو از عرض لگن باستر میگیرید و میشینی اسکات. بلند میشی، این میشه یک، دوازده تکرار. این حرکت رو میزنیم بلافاصله حرکت اسکات پالس رو میزنیم، یعنی از حالت اسکات خیلی صاف نمیشی، مثل بونس میشینی و بلند میشین. بلافاصله کتلبل رو زمین میذاریم و سکوات جامپ رو انجام میدیم. همه ی حرکات 12 تا تکرار هست ولی بدون استراحت. بینش 20 تا 3 ثانیه استراحت میکنه و یه تکرار دیگه کلن دو سته. آماده بشید، دمبلاتون یا وزنتون رو بردارین، دستتون بگیرین، پا از عرض لگن کمی باستن و یک، دو، با قدرت. دو و
1 بشین توی حالت اسکوات و پالس 1 2 3 4 5 2 1 بگذار زمین دمبلت یا کتلبلت رو بریم پال اسکوات جام دو یک عالی بود باریکلا میبینید که چقدر فشار بی نظیری روی عضلات پایین تنه میاره این ترکیب یک ست دیگه تکرارش میکنیم و من بند کفشم رو میبندم توی استراحت آماده ای آزاد کنید خورده عضلات پا رو برای داشتن عضلات ران قدرتمند تمرین امروز واقعا عالیه و خیلی خیلی میتونه کمکتون کنه برای تقویت عضلات ست دوم آخر از عرضشانه باستن 1 2 بریم چهار 3 2 آماده برای پالس بریم 1 1 2 بگذار زمین وزنتون رو و آخرین بار جامپ اسکات جوا 1 باریکلا به شما بریم برای اجرای حرکات بعدی تا استراحت میکنین من حرکات بعدی رو بهتون یاد میدم حرکت بعدی حرکت سومو اسکات هست و میکسش کردم با پشت پا یعنی سومو اسکات میشینیم 10 تا 12 تا بلا فاصله حرکت پشت پا یا لیفت پشت پا رو پاباز یا همون توی حالت سومو انجام میدیم 15 تکرار هر کدوم استراحت کنید و بعد با هم دیگه شروع میکنیم استثنا این سستی هستش و بر اساس سست وزنتون رو انتخاب کنید آماده هستین پاها از عرض شانه باستر 1.5 برابر عرض شانه تقریبا و تا جایی که میتونی عمیق بشینید فشار رو بندازید داخل ران پشت پا و باسن دمبل آویزان هست سعی کنید سرشانتون رو رو به جلو رها نکنید 1 2 بریم زانو به سمت پنجه خارج میشه 2 تای آخر خب همین رو میخوایم بیاییم پایین به صورت لیفت پشت پا بینستون میاییم پایین برمیگنیم باسن رو به سمت عقب هدایت کن تنه رو جلو هلد
من 12 تکرار زدم از 10 تا تا 15 تا. میتونید تعداد رو برای خودتون افزایش یا کاهش بدید. داشتن عضلات پایین تنه قوی خیلی خیلی بهتون کمک میکنه که توی سنین بالا بتونی فرم ایستادن خوبی داشته باشین، کمر درد نگیرید. اگر فیله هاتون رو تقویت کنید، مثلا همین حرکت لیفتی که انجام میدید خیلی کمک میکنه به تقویت فیله در کنار تقویت عضلات باسن و پشت پا. خیلی حرکت مفیدی هست برای تقویت عضلات فیله کمر. دو ست دیگه مونده. خب آماده هستین؟ دمبلتون رو بردارین یا کتلبل اگر دارین یا هر وزنی که استفاده میکنین. پنجه رو به بیرون، پای کنین برابر عرض شانه بشین. دو و یک، به سمت پایین برگرد بالا، باسن رو به سمت عقب ببر، فشار رو بنداز رو پشت پا باسنت. دو تای آخر، آخری. استراحت میکنیم. بچه هایی که خیلی ها سوال میکنن در مورد افزایش وزن، بهترین راهکار این هست که شما کالری دریافتیتون رو افزایش بدید. یعنی هر چقدر که توی روز میسوزونید و فعالیت میکنید، علاوه بر اون سوخت و ساز بیسیک بدنتون، شما باید محاسبه کنید که کالری مازاد بر اون رو استفاده کنین. اما سالمترین نوع افزایش وزن افزایش توده عضلانی هست. یعنی اینکه مثلا من دیدم که رفته طرف بستنی، شکلات، سیب زمینی، ماکارونی، نمیدونم اصلا یک چیزای عجیب غریبی فقط برای اینکه وزن بگیره. این اضافه وزنی که حاصل از چربی هست و معمولا توی افرادی که بدنشون نسبت به گرفتن وزن مقاومت نشون میده، همه توی ناحیه شکم پهلو جمع میشه. اون اضافه کالری که از طریق افزایش حالا مواد غذایی، چه درشت مغذی چه ریز مغذی دریافت میکنید، اگر ورزش نکنید باعث میشه که فقط بدنتون چربی بگیره. سالمترین نوع افزایش وزن افزایش توده عضلانی. پس ورزش کنید، در کنارش تغذیه مناسب و افزایش کالری به نسبت اون چیزی که مصرف میکنید داشته باشید. سه تا آخره با قدرت. بچه هایی که میخوان اضافه وزن پیدا کنن قشنگ اسکات رو عمیق بشه. ما 12 تا میزنیم، با این حساب 5 تا مونده. 4، 1. بیا پایین و پشت پات رو درگیر کن، پرگرد بالا. دو تای آخر، استراحت. تا شما استراحت میکنید من حرکت بعدی رو بهتون یاد میدم.
اسکات پاجم رو میخوایم انجام بدیم و بلافاصله میخوایم لیفت پشت پا رو با پای جمع بکشیم، همون استیف ددلیفت که جفتش رو بهتون نشون میدم. اسکات پاجم که مشخصه، پا رو اندازه عرض لگن یا جمع‌تر میتونید نگه دارید، میتونید دمبل رو به این صورت با کمک جلو بازوتون توی سینه بگیرید، بشینید و بلنش و همین سادگی. بلافاصله یه کوچولو پا رو میکنین اندازه عرض لگن، باستن رو میبرید عقب، دمبل میره بین دوتا کفشتون. اینو بهشون استیف ددلیفت. یه کوچولو زانوتون رو خم کنید، خیلی کم، که فشار به صورت ایزوله به اونجایی که مد نظر هست منتقل بشه. دو ست میزنیم از این حرکت و 15 تایی هم هست. آماده هستین؟ بچه‌هایی که اسکات پاجم برشون سخته، فشار رو مفصل نندازین، همون پای معمولی یا پای باز انجامش بدین. اسکات هرچی پا توش جمع‌تر بشه، یه خورده بر بچه‌هایی که تازه شروع کردن سخت‌تر میشه. 1 2 بریم. ده تا مونده با قدرت. 9 تعداد رو میتونید کمتر بزنید اگر خیلی براتون سخت، فشار زیاده. 8 تا لبخند. 4 3 2 تمام. یه کوچولو بین پا رو باز بزنین اندازه کتلبل یا دمبل، خیلی کم خم کن، بیا به سمت پایین. عالیه، یه فشار خیلی زوله و خوب میاره به پشت پا. بچه‌هایی که سلولیت دارین، پشت پاتون خیلی چربه، این حرکت خیلی براتون کمک کننده هستش. استراحت رفتیم، ادامه بدین. 6 باور کنید منم مثل شما فشار میاد به. 4 3 2 آخر. عالی بود، یک فشار بی نظیر داریم امروز. میریم عضلات پشت پا و باسن. ازم پرسیده بودین کتلبلم چند کیلویه؟ 5 کیلویه. اما شما به نسبت قدرت خودتون هر وزنی رو میخواین تهیه کنین. کتلبلی که من استفاده میکنم شاید برای شما خیلی سبک باشه به نسبت سابقه تمرینیتون، حجم بدنتون، حجم عضلاتون. هر چقدر عضله بزرگتر باشه قدرت بیشتری داره. اگه آقا هستین خب 100% قدرت بیشتری دارین و باید از وزنهای سنگین تر استفاده. در طول تمام حرکات امروز میتونید کش لوپ رو استفاده کنید. بریم ست دوم رو بزنیم با قدرت. پا رو جمع بذار، جمع منطقی دیگه، خیلی هم نچسبونید، همون اندازه عرض لگن باشه کفایت میکنه. 1 2 قشنگ بشین و بلند شی، فشار عالی بنداز روی عضلات پایین. 6 5 و آماده بشید برای پشت پا زدن. بیا پایین، برگرد.
کوچولو اگر زانوتون رو بشکنید فقط، نه که خم کنید، در واقع نمیدونم چه کلمه‌ای باید ازش استفاده کنم، ولی خیلی کم، قشنگ متوجه میشید که چقدر فشار ایزوله و خوب میفته روی پشت پاتون و باسن. چهار، با قدرت، سه، دو، و تمام. عالی بود، امیدوارم از سیستم تمرینی امروز خوشتون اومده باشه. یه استراحت کنید، برگردید، حرکت بعدو بهتون یاد بدید. تا شما استراحت میکنید، من حرکت بعد و یا زنجیره بعدی رو بهتون یاد میدم. میخوایم گلوت بریج یا پل باسن رو به سه شیوه مختلف با هم دیگه تمرین بدیم، باسن و پشت پامون رو. اول گلوت بریج معمولی یا همون پل باسن معمولی رو میزنیم، بعد همون رو هولد میکنیم، بلا فاصله یک حالت بنچ یا اینکلاین بیاریم، پا رو میزنیم بالا، همون رو به صورت اینکلاین انجام میدیم. شد سه حرکت و هر کدوم رو 15 تکرار و اون هولدش رو حدود 20 ثانیه انجام میدیم در دو ست. اگر دوست دارید میتونید از وزنه استفاده کنید، اگر نه میتونید بدون هیچ چیز یا با انداختن کش لوپ حرکت رو انجام بدید. من فقط حرکت گلوت بریجم رو دمبل یا وزن استفاده میکنم. برای هولدش دمبلم رو زمین میذارم، به خاطر اینکه نمیخوام روی مهره ها فشار بیاد. شما هم میتونید از همین شیوه استفاده کنید، اما اگر باسن و فیله قوی دارید میتونید توی هولد هم وزنه رو نگه. خب آماده هستین؟ گلوت بریج رو که فکر میکنم همه دیگه بلد باشن. به این میگم پل باسن، نزدیک میکنی به زمین، برمیگردونی بالا، برای هولد باسن رو اینجا نگه میدارید. آمدید؟ بلافاصله میچرخیم، پا رو میذاریم لبه یه بنچ یا تخت یا مبلمون و همون حرکت پل باسن رو ادامه بدیم. یک، دو، 15 تکرار. کامل منقبض کن بالا که میاریم. Let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our مکس بالا، انقباض بالاست که عضله رو حسابی به چالش میکشه. اینکه شما سرعتی بزنید شاید اونقدر تاثیر نگذاره. دو، آماده باش، میخوایم همین رو نگه داریم. نگهدار، بالا، دستو بذار زمین، اگه وزنتو میذاری باسن رو کامل منقبض کن، کمر صاف. سری بچرخ یا پاتو بذار بالا اگر که بنچ جلوی پات هست. سری ادامه بده. پنج، چهار، سه، دو، یک. اوه، خیلی خیلی فشار بی نظیری میاره. امیدوارم که بتونید تا آخر زنجیره با من همراه باشید. یک بار دیگه این سه حرکت رو با هم انجام میدیم و از داشتن پاها و از عضلات باسن و پشت پای قوی لذت میبریم. با من همراه بشید، آب نوش جان کنید که ست دوم رو با هم دیگه شروع کنید.
توی حالت اینکلاین هم میتونید دمبل رو روی قسمت زیر شکمتون با دست نگه دارین اگه میخواید فشار رو بیشتر بکنید، ولی خیلی مواظب به کمرتون باشید و فشار رو روی مهره هاتون ندازید. آماده اید؟ جای خودتون رو بگیرید، توی جاتون قرار بگیرید. 1 2 بریم. پنج، چهار، سه، دو، یک و رفتی بالا بر نگرد. 1 نگه دار. 2 رو بذارید بالا و آخرین اجرا هست. این زنجیره با سنو ببر بالا، منقبض کن، برگرد. ادامه بده، کم نگیر اصلا. باریکلا. پنج، چهار، ادامه بده. 3 2 و تمام. باریکلا که تو این چالش عالی شرکت کردی. واقعا حرکات وقتی تعدادش بالا میره، مخصوصا وقتی اینکه از سیستم های اینجوری استفاده میکنیم که تمامه عضلات پایین‌تنه رو الان شما درگیر کردی توی این تمرینات، فشار خیلی زیاد میشه توی تکرارهای بالا. واقعا هر کسی از پسش بر نمیاد. اگر انجام دادیم باریکلا با شما. بریم و برگردیم سراغ حرکت بعدی. خب بریم سراغ زنجیره بعدی یا دو حرکت بعدی که تمام کننده تمرینات امروز. بعد میریم با همدیگه سرد میکنیم. میخوایم ساق پا رو تمرین بدیم به صورت نشسته و همچنین عضلات باسن رو هم درگیر کنیم. حالا چطوری؟ توی حالت اسکوات میشینیم، بیس یه ساق میزنی، یه خارجه، یک ساق، یه خارجه، بلافاصله بلند میشین. به عنوان تمام کننده حرکت گود مورنینگ رو تکرار میکنیم. هر کدوم 15 تا. اگر در توانتون نیست میتونید تعدادش رو کمتر کنید. اگه کمر درد دارید نمیتونید اسکات رو هولد کنید، بشینید روی لبه یک صندلی، ساق بزنید، بیارید پایین خارج پا. اما بهتر هست یه وزنه روی پاتون بگذاری، چون اینجا وزنه‌ای که داره به ما کمک میکنه برای تقویت عضلات و ایجاد ریزاسی وزن بدنمون هست. شما وقتی میشینید هیچ وزنه‌ای دیگه به مخصوصا ساقتون فشار نمیاره و خب یه خورده اونجوری فشار بردن به ساق سخت است. باید تعدادهای خیلی پرتکرار بزنید. آماده هستین؟ با قدرت. 1 2 بشین حالت اسکات، یک ساق، یه خارج پا. با تمرکز، اصلا عجله نداریم. پنج،
5 تا مونده با قدرت. 4 3 2 عالی. این فشار بلند شو. گود مورنینگ یا همون سلام ژاپنی با سر رو به سمت عقب میبریم و برمیگردیم. 15 تکرار. 5 4 3 باریکلا. 2 1 آفرین به شما. یک ست دیگه مونده و بعدش سر میکنیم. میدونم که حسابی امروز خسته شدین. تمرین ها تمرین آسونی نبود، اما من مطمئنم که شما از پسش برمیای. اینم تقدیم به شما یه سیستم تمرینی جدید که تنوعش بیشتر بود و رنج بیشتری از عضلات رو درگیر میکرد و الان واقعا فکر نمیکنم عضله توی پاتون باشه که به قولن دم نکرده باشه و بهش فشار نیومده باشه. یک ست دیگه باقی مونده. میتونید کش بندازید من این حرکت هم، همونجوش که خودتون میدونید. با قدرت بشینیم. 1 2 بریم. 3 خارج. 5 4 3 2 1 بیستید. سلام ژاپنی. اگر دوست دارین میتونین صفحه یا وزنه رو به این صورت توی سینه‌تون بگیرین و اینکه فشار بیشتر رو اعمال کنی. چهار 3 2 1 همه با هم بشیریم که واقعا من هم مثل شما حسابی خسته شدم. پاها رو باز کنی به صورت وی از جلوی بدن. میخوایم بریم به سمت پنجه و پنجه پامون رو تک تک بگیریم. به سمت پای چپ یا راست بریم، نگه داریم. آروم برگردید بالا، سمت رو عوض کنی. پا رو جمع کنید، یکی از پاها رو جمع میکنی و میریم به سمت پنجه پایی که صاف هست. بینید نگه دار. آروم برگرد، آرنج دست مخالف رو ببرید به سمت زانویی که خم و رو زمین هستش. نگه. آروم برگرد بالا، پایی که خم هست رو صاف کن و پا رو عوض کن. دست مخالف به سمت پنجه پای مخالف.
آرنج به سمت زانویی که روی زمینه. پا رو باز کنید، صاف از جلو، دست رو به پنجه برسونید و نگه دارید. این حرکاتی که من میگم اگر انعطافتون اجازه نمیده، مثلا بالاتر رو بگیرید، مچ پاتون رو بگیرید، نمیخواد حتما پنجه پاتون رو بگیرید. آروم به سمت عقب برید، بالا تنه رو کش بیارید، نگه دارید. دو تا کف پا رو به هم بچسبونید، نوک پنجه ها رو نگه دارید، کمر صاف. تمام، خسته نباشید. امیدوارم که تونسته باشه تمرین امروز رو هم با ما همراه باشید و انجام بدید. همونجور که میدونید تمام تلاش من و همکارم آوردن سلامتی و نشاط به خونه های شماست. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. تا فردا، خدا نگهدار.